سلام دوستان خب تو جلسه قبل ما به روش جدولی با روش جدولی سیمپلکس آشنا شدیم تو این جلسه میخوایم از این روش کمک بگیریم و مثال حل کنیم البته مثال هایی که ما الان در حال حاضر برای شما حل میکنیم خب ساده تر هستن توی حالا اگر امتحانی جایی باشین سختره و شما باید تمرینات بیشتری رو حل کنیم اما چون ما روی کرده اون زیاد روی کرده دانشگاه نیست و بیشتر روی کاربردی هستش این تمرینات ساده رو انجام میدیم و بعد دیگه وارد نرم افزار میشیم چون ما حالا اکسل رو و نرم افزار لیندو رو کار میکنیم و در آخر این دوره در واقع میخوایم به یک پکیجی یه چیزی برسیم که از اون توی عمل استفاده بتونیم بکنیم خیلی وقت ما حتی از لیندو هم نمیتونیم استفاده کنیم ولی خب بیشتر آزمایشگاهی یا واسه کارهایی که مثلا میخوایم توسعه علمی بدیم ازش استفاده ما یه نتیجه گیری رو بکنیم حالا اونجا بیشتر در موردش صحبت میکنیم ولی خب اگر توی یه سازمانی کار میکنیم چون خیلی از کارها بر روی اکسل انجام میشه و میتونیم با اکسلمون رو اینتگریت کنیم اکسل نرم افزار بسیار خوبی هستش که ما ازش توی مخصوصا برنامه‌ریزی خطی استفاده کنیم و همچنین غیر خطی حالا توی دورهای بعدی به اونم خواهیم رسیدش خب پس ما الان میخوایم روش جدولی رو ازش تمرین حل کنیم دو تا تمرین رو اینجا حل میکنیم یکی تمرین مدل مینیمایز کردن و یکی هم برای ماکسیمایز کردن هستش که این دوتا رو با هم خواهیم دید و تو اینجا میخوایم ببینیم که در واقع روش جدولی به چه صورت کار میکنه خب بریم اول با مینیمایز کردن ما یک مدلی رو داریم مدلمون به این صورت هستش x1 به اضافه انهای 2x2 به اضافه x با محدودیت های x1 به اضافه 2x2 دو به اضافه 3x3 کوچکتر مساوی 12 و 2x1 به اضافه x2 منهای x3 کوچکتر مساوی 6 منفی x1 به اضافه 3x2 کوچکتر مساوی با 9 و x1 و x2 و x3 بزرگتر مساوی 0 خب میخوایم این مدل رو حل کنیم از طریق روش جدولی اولین کاری که باید انجام بدیم چیه باید اون رو به حالت استاندارد تبدیل کنیم یعنی چی حالت استاندارد تبدیلش کنیم بذاریم من اینو بزرگ کنم خب یعنی اینکه من میام میگم این میدونیم که زد بوده بعضی جاها می نویسن بعضی جاها نمی نویسن زد مساویه مساوی چنین چیزی بوده و برای اینکه اون رو استاندارد کنم در واقع دارم میگم که مینیمایز زد منهای x1 منهای 2 تا x2 به اضافه منهای ببخشید اینو میارم اون ور معادله منهای x1 به اضافه 2 تا x2 منهای منهای x بعد نوشتیم خب منهای x به اضافه یا منهای ببخشید متغیرهای کمکی من چه متغیرهای کمکی لازم دارم اینجا متغیرهای کمکی که لازم دارم یه دونه برای این قسمت هست که x4 رو باید بهش اضافه کنم یکی واسه اینجا هستش که باید x5 رو اضافه کنم به هر محدودیت دیگه یه دونه هم x6 رو باید اینجا اضافه کنم خب پس این کار من در واقع دارم منهای چون بردمش اون طرف معادله دیگه منهای صفر ضریب صفر داره متغیرهای کمکی توی تاب هدف x4 منهای صفر x5 منهای صفر x6 ببینید توی حالا تمریناتی که حل میکنین یا توی امتحاناتتون یا توی کنکور یا هر جایی که هستیم مخصوصا دارن ازتون یک آزمونی رو میگیرن بعد در این خصوص اونجاست که در نیاز دارین که تمرین دستی رو حل کنی یا کارهای نوشتاری رو انجام بدین در واقع نیاز نیست حتما این فرمت رو به این فرمت نوشتش ولی باید به فرمت کوچیک‌تر مساوی وجود داشته باشه یا به صورت مینیمم کردن یا ماکسیمم کردن حالا بهتون میگن تو خیلی جاها مینیمم کردن رو استاندارد در نظر میگیرن ولی در واقع تفاوتی نداره جفتشون استاندارده و در هر صورت کوچیکتر مساوی و واسه محدودیت و بزرگتر مساوی صفر هستش که استاندارده و این لزوما باید به این شکل تا به مدلتون نوشته بشه و بعد اسلک ها رو در واقع اضافه کنیم پس با سابجکت تو x1 به اضافه 2x2 دو دو به اضافه 3 تا x3 به اضافه x4 برای اینکه برای محدودیت اول بود ضریب یک میگیره به اضافه 0 x5 x5 ضریب 0 داره تو محدودیتش و 0 x6 مساوی با 12 واسه محدودیت بعدی 2x1 به اضافه x2 به نهای منهای x3 به اضافه 0x4 دیگه x4 اینجا ضریب 0 میگیره واسه محدودیت بعدیش x5 هست که توی محدودیت ضریب 1 داره و 0x6 مساوی با 6 خب واسه بعدی میشه 0x1 به اضافه 3 x 2 خب ناکنن x3 تو اینجا وجود نداره یعنی ضریب 0 داره x3 تو اینجا به اضافه 0x4 به اضافه 0x5 به اضافه x6 اینجا به یک میگیره مساوی با 9 x1 x2 x3 x4 و x5 و 6 و مزاکتر مساوی صفرش این میشه فرمت استاندارد وقتی که فرمت استاندارد رو تشکیل دادیم باید بریم جدولمون رو ایجاد بکنیم حالا به راحتی میتونیم جدولمون رو ایجاد بکنیم یه خط میکشیم به این صورت جدول رو میذاریم تو این قسمت گفتیم متغیرهای کمکی که تو جدول اول متغیرهای پایه حسن رو مینویسیم میشه x4 x5 و x6 یه خط میندازیم اینجا هم z هستش توی بالا تمام متغیرها رو مینویسیم x1 x2 x3 x4 x 5 x 6 و در آخر یه خط میدازیم RHS رو میذاریم خب بعد اینکه اینا رو گذاشتیم حالا باید اعداد رو بذاریم گفتیم اینجا ضرایب محدودیت ها به ازای هر متغیر قرار میگیره ضریب محدودیت x1 توی محدودیت های مختلف تا z که cv هستن رو میذاریم پس اینجا میشه یک دو منفی یک ضریب این محدودیت چی میشه چون این رو به صورت محدودیت داریم در نظر میگیریم دیگه میشه منفی یک x2 چطور هستش؟ از اینجا شروع میکنیم میشه دو یک سه و ضریبش تو تا هدف میشه مثبت دو بعدی واسه x4 بخش بعدی واسه x3 که میشه سه منفی یک سفر و منفی یک بعدی میشه واسه x چهار که میشه از یک صفر صفر و صفر خب بعدی x پنج صفر یک صفر صفر بعدی x شیش صفر صفر یک و آرش اس که میشه دوازده شیش نو و زده که برابر با صفره چون اینجا مساوی صفر میشد دیگه خب الان جدول اولمون درست شده حالا میخوایم بریم جدول بعدی واسه این کار باید چی کار بکنیم میخواد اول اینجا میذاریم گفتیم که میایم اینجا سی اینجا زد جی منهای سی جی ها هستن که اینجا الان صفره و برابر منفی سی جی ها که این باشن قرار گرفتن اینجا دیگه درسته چون هدف ما مینیمم کردن هست بنابراین هر چقدر اینجا شه، هر چقدر مثبتتر تر باشد میتواند می تواند بهبود بیشتری را ایجاد بکند اینم صفر اینجا من اشتباه گذاشته بودم بذارین درست کنم خب اینجا صفره. خب پس الان توی این قسمت من یه دونه ضریب مثبت فقط دارم که برابر با x2ه ماکسیموم میگرفتیم بین چیزایی که مثبت بود توی ZJ جی من سی جی ها که فقط چون یه دونه هست دیگه ماکسیمومش هم برابر خودشه پس این ورودی الان این با ورود پیدا کنه حالا چی باید خارج بشه گفتیم B بار تقسیم بر وای کای وای کای اینا هستن B بار هم این قسمت هسته چون جدول اول هست اون B تقسیم بر آی کا میشه خب مینیموم میگیریم بینشون دوازده تقسیم بر دو شیش تقسیم بر یک و نه تقسیم بر سه همشون هم مثبت هستن و همشون هم در نظر گرفته میشه بنابراین مینیموم بین دو برخشی این دوازده تقسیم بر دوه میشه شیش با میشه شیش شیش و سه درسته مینیموم اینها کدومه این یکیه یعنی محدودیت سوم یعنی این قسمت پس متوجه شدیم که x2 ورود x6 خروجه حالا میریم باسه جدول بعدی توی جدول بعدی من میام اینجا جایگزین میکنم x4 ایکس x5 ایکس و x2 که وارد میشده اینجا x2 رو هم یه ذره بد نوشتم دوباره می اینجا میارم پایین x2 یه خط می دوباره z اینم میارم پایین حالا x2 رو که اینجا گذاشتم توی قسمت 6 در واقع باید متغیر پایه‌ای بشه دیگه یعنی ذریبش تو تمامی محدودیت‌ها به صفر تبدیل بشه تو محدودیت سوم یک باشه و زد جی من سی هم صفر باشه چون میره توی پایه ای ها خب بر این اساس باید جدولم به روز رسانی بشه یعنی من باید چه کاری انجام بدم که این خط تبدیل به این قسمتش تبدیل به یک بشه باید این خطمو تقسیم بره تقسیم بر سه کنم درسته؟ یا زب در یک سوم بکنم میتونی بهتره بگیم پس اینجا میشه منفی یک سوم این میشه یک صفر 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 این یک اینجا یک سوم و نه تقسیم بر سه میشه سه خب اینو در آوردیم حالا باید بقیه موارد رو به همین شیوه درست کنیم یعنی الان من باید چه کاری انجام بدم که این تبدیل بشه به صفر این سطر که یکه یعنی باید از این استفاده کنم و این رو به صفر تبدیل کنم یعنی این رو باید اول ضبط در یک سوم کنم منفیش رو به این اضافه کنم منفی یک سوم رو ضرب کنم بهش اضافه کنم که این تبدیل میشه به صفر این یکی میشه منفی یک سوم در یک منفی یک میشه مثبت یک سوم به اضافه دو که در واقع میشه 6 سوم به اضافه یک سوم میشه هفت سوم این یکی صفر زب به اضافه منفی یک که میشه خودش صفر در صفر میشه صفر صفر در یک میشه خودش یک سوم منفی یک سوم به اضافه صفر میشه منفی یک سوم و در آخر منفی سه چون نه تقسیم بر سه میشه دیگه منفی سه به اضافه شیش میشه سه درسته؟ خب حالا واسه سطر بعد این باید زبدر در چه عددی بشه با این جمع بشه که این عدد دو تبدیل بشه به صفر زبدر در منفی تقسیم بر سه باید بکنم این رو و ضبط در دو بکنم یعنی زبدر در منفی دو سوم درسته این رو در منفی دو سوم میکنم به اضافه این یکی میکنم خب چطور میشه اون وقت میشه منفی اینجا منفی دو سوم در منفی یک میشه دو سوم به اضافه یک که سه سومه میشه پنج سوم بعد اینجا که تبدیل میشه به صفر اینجا میشه ضرب در به اضافه سه میشه خود سه ضبدر در به اضافه یک میشه یک و ضرب در به اضافه صفر میشه صفر منفی دو سوم به اضافه صفر میشه منفی دو سوم و منفی دو سوم ضرب در نه میشه سه زب در دو میشه منفی 6 که میشه خود 6 اینم به دست آوردیم حالا میریم سطر بعدی رو به دست بیاریم سطر زد خب چطور میشه سطر زد میشه این بعد به صفر تبدیل بشه یعنی منفی دو سوم این رو خب یعنی همین منفی دو سوم زب در این کن به اضافه سطر زد کن این میشه دو سوم منهای یک میشه دو سوم منهای سه سوم میشه منفی یک سوم دو سوم ضرب در سه به اضافه دو که میشه همون صفر این ضرب در صفر میشه منفی یک منفی دو سوم ضرب در صفر صفر به اضافه صفر صفر منفی دو سوم هم اینجا میاد و منفی دو سوم ضرب در نه که میشه منفی شیش خب اینم جدول بعدی حالا دوباره میایم نگاه میکنیم ببینیم آیا مثبتی وجود داره که ماکسیممش رو بگیریم خیر میبینی هیچ چیز مثبتی وجود نداره پس تمامی موارد کوچکتر مساوی صفر هستن درسته در نتیجه جدول بهین است وقتیادل خب که بهینه هستش جواب ما چی میشه x استاره 4 من مساوی با 6 x استاره 5 من مساوی با 3 x استاره 2 منم مساوی با 3 x استاره 1 من مساوی 0 x استاره 3 من مساوی 0 x استاره 6 منم مساوی 0 میشه در واقع اینا که اسلک بودن آه زدستار هم بگم زدستار هم من هم مساویه با منفی 6 خب توی دو تکرار ما تونستیم به جواب برسیم اینا که اسلک بودن اینم که اسلک بود جواب نهایی در واقع x2 مساویه با سه x1 مساویه با صفر x3 مساویه صفر جواب نهایی هستش این جواب نهایی اینم مقدار تا به هدف خب این میشه مثال اول ما بریم واسه مثال بعدی من اینو که حل کردم پی دی اف میکنم و به شما میدم یعنی این قابل دانلود میذارم این رو خب بریم مثال بعدی مثال بعدی یه مثال ماکسیموم سازیه مثال بعدی یه مثال ماکسیموم سازی هستش مدلی که در دست هست به این شکل ماکسیموم کن دو تا x یک رو منهای دو تا x دو رو به اضافه سه تا x سه خب با محدودیت های سابجکت تو منفی x1 به اضافه x2 به اضافه x3 کچیتر مساوی 4 بعدی دو تا x1 منهای x2 به اضافه x3 کچیتر مساوی 3 و بخشی کچیتر مساوی 2 و x1 به اضافه x2 به اضافه 3 تا x3 کوچیکتر مساویه با 12 x1 و x2 x3 بزرگتر 0 خب میخوایم این رو ماکسیموم کنیم اول میایم چیکار میکنیم گفتیم اول میایم استاندارد میکنیم واسه خودمون ببین همین الانم هم میتونیم جدول رو مستقیم بکشیم ما نیازی نیست حتما بیایم اولش استاندارد کنیم خب گفتیم که لازم نیست حتما استاندارد بنی کنیم بعد جدول رو بکشیم اما واسه اینکه راحت تر بتونیم تشخیص بدیم و بهتر واسه تون جا بیفته ما اول استاندارد میکنیم ببینین اینجا یه زد داریم پس زد مساوی یه چنین چیزی هستش دیگه که میخوایم ماکسیموم کنیم دو تا شیوه وجود داره یه شیوه اینه که من ماکسیموم رو تبدیل کنم به از چه طریق زب در منفی یک کنم اگر بگم منفی زد مساوی با منفی دو ایکس یکه من های دو ایکس دوه من سه ایکس اینجا به اضافه میشه چون منفیه این رو انجام بدم در واقع باید این یکی رو مینیموم کنم چون مینیموم منفی زد مساوی ماکسیموم زد و بعد دوباره همینا رو بنویسم اینا رو بیارم اون برای جدول فقط در آخر وقتی که زدی که به دست اومد در واقع منفی زد هست که به دست میاد مثل اینجا که مثلا من در آوردم منفی 6 اون وقت انگار منفی زد شده منفی 6 در نتیجه خود زد میشه 6 خب یه روش اینه که باید به همون طریق مینیمم سازی اون وقت اون رو حل میکنیم روش دوم دو این هستش که کلا بر اساس ماکسیموم بریم جلو یعنی چی؟ یعنی در تکرار های جدول زد جی من های سی جی مینیموم منفی ها رو در نظر بگیریم مینیموم منفی ها رو در نظر بیریم. چون اونجا ماکسیموم نا کنیم ماکسیموم مثبت ها رو در نظر می گرفتیم دیگه اینجا ماکسیموم مثبت ها بودش که در نظر می گرفتیم توی قسمت ماکسیموم سازی مینیموم منفی ها رو در نظر باید بگیریم تفاوتش فقط تو همینه خب بریم اول استاندارد کنیم جدولمون رو میام اینجا اینجوری اینو بذارم اینجا استانداردش بکنم میگم که ماکسیموم زده منهای های من از طریق روش دوم میرم یعنی ماکسیموم کلا در نظر میگیرم ماکسیموم زد منهای های دو تا x یک من اضافه دو x دو منهای های سه x سه مساوی خب بعد سابجکت تو هم, هم میشه البته مساوی صفرش رو زود گذاشتم چرا؟ چون من سه تا متغیر کمکی لازم دارم به اضافه صفر سه تا محدودیت دارم دیگه به اضافه صفر x5 به اضافه صفر x6 سابجکت تو منفی منفی x1 به اضافه x2 به اضافه x3 به اضافه x4 به اضافه صفر x5 به اضافه 0x6 مساوی با 4 خب 2 تا x1 منهای x2 به اضافه x3 0x4 به اضافه x5 به اضافه 0x6 مساوی با 2 x1 به اضافه x2 به اضافه 3x3 0x4 0 x 5 به اضافه x 6 مساوی با 12 x 1 و x 2 x 3 و x 4 و x 5 و x 6 بزرگتر مساوی 3 بریم جدول تشکیل بدیم واسه این خب اینجوری اول میذاریم میگیم x 4 منو x 5 منو x 6 من توی پایه و زد منم اینجا قرار میگیره و اینجا دارم x1 x2 x3 x4 x5 و x6 بعد میام RHS آره میذارم اینجا که برابر با 4 2 12 و 0 خب میام ذره به محدودیت همون اینجا میذارم منفی 1 2 1 و منفی 2 اینجا یک منفی یک یک و دو دو بود دیگه درست دو بعد نوشتم دیگه خب بعد بعدی یک یک سه منفی سه بعد میایم میگیم یک سف 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 یک سف 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 یک سف خب جدول اون الان تشکیل شد مسئله ما مسئله ماکسیموم سازیه بنابراین کوچکترین مقدار منفی ها رو کوچکترین مقدار منفی ها رو باید در نظر بگیریم بین منفی دو و منفی سه کدوم مینیموم منفی سه بنابراین من منفی سه رو انتخاب میکنم ببینید این که منفی کوچکترین منفی ها رو انتخاب میکنم در واقع در نظر میگیرم که پتانسیل بهبودی x3 از x1 ایک ممکنه بهتر باشه ولی ممکن چنین نباشه من دارم سعی میکنم با این دیدگاه بهترین رو انتخاب بکنم خب حالا میایم تست مینیموم رو انجام میدیم تست مینیموم من میشه چهار تقسیم بر یک دو تقسیم بر یک و دوازده تقسیم بر سه که یعنی بین چهار دو و چهار بعد انتخاب بکنم ببینید الان دو انتخاب میشه ولی اگه یه موقعی دو تا برابر بود چهار و چهار برابر بود تفاوتی نداره کدوم رو انتخاب بکنید هر کدوم که خواستیم رو انتخاب کنیم خب پس الان من دومی رو انتخاب میکنم که میشه این سطر و میرم جدول بعدیم رو تشکیل بدم یه خط اینجا میندازم نرم میارم پایین اینطوری خب اینجا می نویسم x4 چون تغییر نکرد به جای x5 x3 قرار می گیره x3 و x6 هم که خودشه و z خب این قسمت x3 زیرش باید تبدیل بشه 0 1 0 0 چرا چون مدد دوم هستش که باید عدد بگیره و این ضریبش 1 میشه و بقیه 0 در حال حاضر یه چنین محدودیتی ضریب یک داره x سه پس بدون تغییر من میتونم این سطرم رو قرار بدم همینجا صفر یک صفر دو خب این از این. حالا بعد از اینجا بقیه سطرها ها من بسازم یعنی الان این باید تبدیل بشه به صفر محدودیت یک یعنی منفی یک برابر رو ضبط این میکنم به اضافه سطر اول میکنم خب پس ضبط در منفی یک میکنم و به اضافه کنم میشه منفی دو منهای یک میشه منفی سه بعد میشه منفی سه خب منفی یک در منفی یک میشه یک به اضافه یک میشه دو منفی یک دو با یک میشه صفر منفی یک در صفر به اضافه یک میشه یک منفی یک در یک میشه منفی یک به اضافه صفر اینم که صفر میشه منفی دو با چهار میشه دو اه برعکس نوشتم ببخشید اینجا من نوشتم منفی سه دو صفر یک منفی یک صفر دو درسته این رو بپاک کن خب میشه سطر اول سطر سوم چطور هست منفی سه برابر رو اینجوری میمیسیم منفی سه برابر رو, رو زب در این کن به اضافه این یکی باید بکنیم درسته میشه منفی 6 به اضافه 1 که میشه یک. منفی 5 مثبت 3 به اضافه 1 میشه 4 منفی 3 به با 3 میشه 0 این دوتا که خودشون 0 هم منفی 3 به اضافه 1 میشه منفی 3 منفی 3 در 0 که میشه 0 به اضافه 1 منفی 3 در 2 میشه منفی 6 به اضافه 12 میشه 6 خب بریم سطر زد سطر آخر رو باید تبدیل بکنیم باید چه کاری بکنیم این رو در سه میکنم به اضافه سطر زد میکنم زبدر سه به اضافه سطر زد میشه چطور میشه شیش منهای دو برابر با چهار منفی شیش با دو میشه منفی چهار ببخشید اشتباه گفتم منفی سه با دو میشه منفی یک سه منهای سه که میشه صفر این, این که خودش صفره اینم که میشه سه منفی سه یا سه سه هستش بعد چون زب سه کردیم دیگه سه اینم که میشه صفر سه زب دو میشه شیش به اضافه صفر میشه شیش خب آیا میتونیم بهبود هنوز بدیم؟ بله هم چهار رو میتونم بهبود ایجاد کنه هم سه ببخشید ببخشید مسئله ماکسیموم سازی یادمون نره پس برای اینکه ماکسیموم سازی کنیم باید مینیموم منفی ها رو انتخاب بکنیم داشت من یادم میرفت بازم مینیموم منفی ها فقط یه منفی دارم که منفی یکه پس هنوز بهبود میتونم حاصل کنم خب پس میام اینجا میگم منفی یکی که داره اینجا x3 من ورودیه بخش x و دو منوردی حالا کدام خروجی میشه میشه چهار تقسیم بر دو این منفیه نمیتونم بذارم میشه دو تقسیم بر منفی یک خب شیش هم تقسیم بر چهار میشه در واقع میشه دو این که هیچی شیش چهارم میشه چند دو میشه سه دوم میشه یک و نیم مینیمومش کدومه؟ مینیموم این هستش پس سومی باید خارج بشه این سطر درسته؟ خب بیایم سومی رو خارج کنیم بریم قلممون رو دوباره مشکی کنیم خب. نمیاریم پایین گفتیم که x4 رو باید بذاریم x3 من باید بذارم x6 با x2 تغییر میکنه اینجا میذارم x2 خطم رو میکشم اینجا میشه زده بعدی نا کنی یعنی تکرار یکه تکرار یک این میشه تکرار دو این میشه تکرار سه بریم بنویسیم تو اینجا x سه باید بشه صفر صفر یک صفر چون محدودیت سوم هست داره تغییر میده x دو من ببخشید بعد به این تبدیل بکنیم برای اینکه این رو تبدیل کنیم باید تقسیم برای چهار کنم این سطر رو که این رو تبدیل بشه به یک یعنی این میشه من فی پنج چهار روم این که چهار چهار روم یکه این که صفره این هم که این میشه منفی سه این میشه یک چهار این نمیشه 6 روم که میشه 3 دوم خب نازم حالا باید این یکی رو به صفر تبدیل کنم چطور میتونم به صفر تبدیل کنم یعنی در واقع منفی یک چهار روم رو ضرب میکنم به اضافه بعدی میکنم که میشه چطور خب این که میشه ببخشید این خودش منفیه پس منفی یک چهارم روم رو نه ضربم خود یک چهارم روم رو باید ضرب کنم به اضافه کنم درسته میشه این میشه منفی پنج چهارم به اضافه دو که میشه منفی پنج چهارم به اضافه ده پنجم بزنیم بنویسم میشه منفی پنج چهارم به اضافه دو که میشه ده پنجم میشه چند؟ آه به چهار باید تبدیلش کنم بباشه چهار هشتم درسته این میشه چهار هشتم 8 4 روم ببخشید خب میشه 3 4 روم میشه مثبت 3 4 روم خب بعدی این که در آوردم این که صفر با 1 میشه صفر صفر به اضافه صفر میشه صفر منفی 3 4 روم به اضافه یک که میشه همون 4 4 روم که میشه 1 4 خب بعدی میشه یک چهارم به اضافه صفر که میشه یک چهارم و در آخری 6 م به اضافه 2 میشه 6 م به اضافه 8 چهارم میشه 14 چهارم میشه 7 دوم خب سطر بعدی هم باید به صفر تبدیل کنم چطور میشه این میشه تقسیم بر یک دوم یعنی به دو باید تبدیل کنم منفیش به اضافه سطر بالاش درسته خب یعنی نس یک دومش منهای یک دومش با این جمع شده خب این میشه منفی پنج دوم منفی پنج دوم منهای سه که میشه شیش دوم میشه منفی یازده دوم خب این که میشه صفر این میشه صفر به اضافه صفر 0 صفر به اضافه یک یک و منفی است یک دوم در منفی سه میشه سه دومه به اضافه میشه سه دومه به اضافه یک منهای یک چه منهای دو دوم میشه یک دوم خب اینجا چطور میشه؟ میشه منفی یک دوم به اضافه صفر میشه منفی یک دوم این هم که میشه منفی سه به اضافه اینجا فکر میکنم یه جا اشتباه کرد نا کنین الان اگر من 6 رو بزنین اینجا به سطر بنویسم مشکل رو ببینیم کجا هستش خب من گفتم منفی یک دوم این سطر که میشه منفی 6 دوم به اضافه این سطر که میشه دو منفی سه به اضافه دو که میشه منفی یک این در اومده منفی یک یعنی در واقع x4 میشه منفی یک و این غلطه نشودنیه چرا نشودنیه به خاطر اینکه x چهار باید بزرگتر مساوی صفر باشه من یک جواب نشدنی رسیدم و نشون میده یک, کار، یک جای کار اشتباهه خب و این اشتباه رو باید ببینم احتمالا محاسباتی اشتباه داشتیم و اون اشتباه هم چی بوده اینجا به دو نمیشه اینجا یکه این متغیر باید وارد میشده خب پس من باید پاک کنم و از اول یاد پس این متغیر الان چهار تقسیم بر دو میشه یک چهار تقسیم بر دو میشه یک دو تقسیم بر منفی یک که قبول نیست شش تقسیم بر چهار میشه یک و نیم متغیر ه... محدودیت اول هستش که باید خارج بشه پس این محدودیت محدودیت خروجی ما هست خب پس الان من ورودی و خروجی رو شناختم حالا باید ادامه بدم توی تکرار بعدی که میشه. که میشه تکرار سوم سو میمونست تکرار سه ایکس چهار تغییر کرده با ایکس دو ایکس سه این که اینجاست ایکس شیش ایمونم که اینجاست این میمونیم پایین تر خب. برای این قضیه این باید تبدیل بشه با صفر سف صف، یک اونجا هم سف سد ماست برای اینکه به یک تبدیل بشه تقسیم بر دوش میکنیم تقسیم بر دو میشه یک و برای اینکه این به صفر تبدیل بشه یک دوم این رو به این اضافه میکنیم ضبط در منفی یک دوم به اضافه سطر بعدیش که میشه منفی سه دوم به اضافه دو میشه منفی سه دوم به اضافه چهار دوم میشه یک دوم این که صفر، این که صفر خودش میاد یک، این میشه منفی یک دوم. اینو زبتر منفی یک دوم نمی‌کنیم، زبتر یک دوم می‌کنیم به زاویه می‌خوایم. درسته؟ خب، این میشه مثبت یک دوم، این میشه منفی یک دوم به اضافه یک که میشه مثبت یک دوم باز میشه صفر، این میشه. سطر رو اشتباه گذاشتیم یک دوم دو یک یک دوم دو یک دوم دو صفر خب گفتیم یک دوم دو این رو به این اضافه میکنیم که میشه سه درسته خب بریم بعدی اینو باید پاک کنیم اشتباه گذاشتیم اینجا x6 x6 اینکه به صفر تبدیل بشه منفی دو برابر این رو منفی دو برابر این رو به این اضافه میکنیم پس این میشه مثبت 6 منهای پنج 5 میشه یک مثبت منفی چهار به اضافه 4 صفر منفی صفر در صفر هم به اضافه صفر منفی دو به اضافه صفر میشه منفی دو مثبت دو به اضافه 3 بخش من مثبت 2 من های 3 میشه منفی 1 منفی دو در صفر به اضافه یک 1. 1 منفی چهار به اضافه 6 میشه 2 و حالا زد رو حساب میکنیم میشه منفی ببخشید اینو باید زب در چند بکنیم که این به صفر تبدیل بشه ضبط در یک دوم باید بکنم و به اضافه کنم با سطر زد میشه یک منهای یک میشه صفر که صفر باید باشه منفی سه دوم به اضافه چهار میشه منفی سه دوم به اضافه هشت دوم میشه چطور میشه؟ میشه منفی 3 دوم اضافه 8 دوم میشه 5 دوم درسته این که صفر با صف جمع صف صفر جمع میشه من مثبت یک دوم به اضافه صفر میشه یک دوم منفی یک دوم به اضافه سه میشه منفی یک دوم به اضافه شش دوم میشه پنج دوم صفر به اضافه صفر صفر یک دوم به اضافه زب دو میشه یک به اضافه شیش میشه هفت خب بریم باسه تکرار بعدی گفتیم که مسئله ماکسیموم سازی مینیموم منفی ها رو باید پیدا کنیم آیا اینها جا منفی دارد؟ خیر تمام موارد مثبت است یعنی چی؟ یعنی اینکه جدول بهینه است در نتیجه x یک استار من برابر میشه با صف x دو استار من برابر میشه با یک اینجا داریم x دو x سه استار x شیش استار x سه استار من میشه سه اسلک های من x4 استار من مساوی صفر x5 استار من مساوی صفر و x6 استار من مساوی با 2 این جواب بهینه است تا به هدف بین ز استار مساوی با 7 خب این هم مثال دومی که میخواستیم حل کنیم تو اینجا ما الان دو تا مثال براتون حل کردیم یکی مسئله مینیمم سازی و یکی هم مسئله ماکسیموم سازی هستش تو امتحان ممکنه مثلا بیشتر بدم مثلا چهار متغیره پنج متغیره با تعداد محدودیت یه ولی اصولا همین سه متغیره میدم من خصوصا امتحان های تشریحی شاید یه تو بالاتر ولی تو ها باید میدونم بیشتر از سه متغیره یا چهار متغیره مثلا ازش سوال بیان خب ممنونم از توجهی که داشتین تو جلسه بعد ما وارد نرم افزار اکسل میشیم همونطور که توی مدل سازی ریاضی دیدین سه متغیر و سه تا محدودیت چیزی نیستش که توی دنیای واقعی باش مواجه بشیم صد درصد در دنیای واقعی تعداد زیادی متغیر و محدودیت خواهیم داشت ما باید بتونیم اینها رو حل کنیم و اینی که دارم میگم حتی تعداد خیلی خیلی زیادی هم بهش میرسیم طوری که حتی ورود اطلاعات هم با ما سخته یکم یک یعنی ورود اطلاعاتم تایپ کردنش هم ما سخته چه برسه به حل کردنش خب پس تو جلسه بعد ما اول وارد اکسل میشیم از چند طریق استفاده میکنیم اکسل رو بهتون حتما میگم بزنین اینجا بگم من اکسل رو یکی از طریق خود جدول حل میکنیم یعنی من همین روش جدولی رو محاسباتی رو دیدین داشتم انجام میدادم اینجا خب سخته میخوام محاسبات تو اکسل خودکار انجام بشه دیگه به خاطر همین توی اکسل انجام میدیم با طریق محاسبات یعنی روش جدولی میریم جلو اول یه دونه از این مثال ها رو روش جدلیش رو میریم جلو بعد میایم روش فرمول نویسی میریم جلو یعنی از طریق فرمول نویسی میایم این رو حل میکنیم دیگه جدول لازم نیست بنویسیم و سومی از طریق سالور این رو من میام مثال کوچک و بزرگ بسش حل میکنم یعنی دو تا مثال واسه انجام میدیم و مثال کوچیک و بزرگ و با سالور اکسل اون رو حل میکنیم خب امیدوارم مفید واقع شده باشه تا جلسه بعد خدا نگهدار